در مرحله نیمه نهایی نه فقط با صدا بلکه با اجرای فوق‌العاده Phantom of the Opera نشون داد که به دنیا اومده که زیر نور صحنه بدرخشه. با صدایی به وسط دریا امشب برگشته که اجرای خودش رو به شما هدیه بده. بینندگان عزیز، این شما و این نگار. از وقتی که من تو پروژه اسکاتلند شرکت کردم، مردم از جای خیلی یعنی مختلف و من تماس گرفتن، از گنبد کاووس که دایی من یه بار مثلا داشت درس میداد به من تماس گرفتن، از گتسان که مادرم به دنیا اومده، نمیدونم از استرالیا و کانادا برای من مسیج فرستادن، تشکر کردن. حتی معلم فارسی پسرم این اجرای منو دیده بود. من برام خیلی جالب بود که در واقع دیگه دست خودم نبوده یه جورایی، اینه همطوری پخش شده و از نمیدونم چندین نفر این اجرا رو دیدن و مثل این که خیلی هم خوششون اومده. من بزرگترین مشوق زندگی مادرم هست و دوست دارم این اجرا به اون تقدیم کنم. همیشه تا اونجایی که میشه برای من هم تلاششو کرده. از وقتی که اومدیم سوئد با من تنها شد، براش سخت بود تنهایی توی کشور جدید، ولی هیچ وقت این احساسو به من نداد که نامطمئن باشه. در واقع همیشه به من عشق داده و امنیت داده و تا اونجایی که تونسته سعی کرده در واقع برای من موقعیت پیش بیاره که بتونم چیزی که میخوام و دوست دارم انجام بدم. به هر حال این تلاش مامان من بی خود نبوده. اگر 100,000 یورو ببرم، نصفشو میدم به مامانم که بازنشستگیش در واقع خیالش راحت باشه، یه مقدارش هم میذارم برای موزیک و در واقع تشکیل دادن این آهنگای جدید، برای پسرم این عینک ورچوال ریالیتی میخرم که بهش قول دادم، شوهرم هم دعوت میکنم یه مسافرت خوب. دلم بی تو
خبران عزیز. نگار جان خیلی باحال بود که خیلی باحال بود. از عارف عزیز شروع کردی رفتی اسولمیو، بعد یهویی یه ذره دنبک اومد، یه ذره بندری هم شد، اصلا من دیگه نمیدونستم اینجا چیکار بکنم، نمیدونستم بخونم برقصم چیکار کنم. شما خواننده بسیار خوبی هستی، فکر می‌کنم یکی از بهترین خواننده اپرای ایرانی هستی و من حسابی از اجرات امروز خیلی لذت بردم. خیلی خوشحالم. مرسی. من که صدای شما را از اول دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. مرسی. و به نظر من امشب شما بسیار بسیار زیبا خوندید، به خصوص با سلطان قلب‌ها که شروع کردید، بعد باز دوباره از اون مودولیشن های خوشگلتون استفاده کردید و از تکنیک خوندنتون خیلی زیبا استفاده کردید و میتونم بگم بسیار برنامه زیبایی بود. زیاد زیبا خوندید. یس یس. نگار عزیزم خیلی ممنون از این اجرای زیبات، واقعا ممنون که اجازه دادی به من یک به عنوان یک زن بهت افتخار بکنم و واقعا خیلی لذت بخش بود به صدای قشنگ و زیبات و پرقدرتت گوش بدم و بی صبرانه منتظرم ببینم که چی کار میکنی عزیزم. بی نظیر بود، خیلی ممنون از این لحظه. متشکرم. خب نگار جان، خیلی خوشحالم که از روز اول کنارت ایستادم به عنوان همراه بغل همکارای نازنینم که همچنان بمونین روی صحنه و اصلا پشیمون که نیستم هیچ. خیلی افتخار میکنم و خوش آمدی به صحنه موسیقی به عنوان یک مخاطب. البته من حتما دوست دارم تو رو دنبال کنم. در واقع قصد من این بود که میخواستم یه چیز رو انتخاب کنم که هم فرهنگ در واقع فرهنگ ایرانی، یعنی چیزی که برحال در خانه شنیدم همیشه با هم بوده با هم هست، ولی خب همزمان در یک کشور خارجی بزرگ شدم و یه هنر خارجی رو انجام میدم. میخواستم یه جوری این دوتا رو به هم وصل کنم، نزدیک کنم و امیدوارم بتونم در آینده اینو بیشتر در واقع یعنی گسترشش بدی. آره بله. تو شایسته خیلی اتفاقات های بزرگ هستی نازنین. بله. چطور؟ شما بگو گفتی ولی یه کمی اضافه کنم. نگار جون واو، اولا الهام بخش زنهای زیادی هستی و وقتی یه بانو زیبای ایرانی مثل تو روی صحنه اجرا میکنه به ایرانی بودنم افتخار میکنم. همه گفتن ولی حضورت روی صحنه واقعا وزن داره، یعنی اگر نور پردازی یا طراحی صحنه آنچنانی نداشتی صدای اجرات کافیه. اصلا خوشحالم که تو این برنامه بودید. مرسی. آفرین. نگار بی نظیر بودی. مرسی. ممنون. انقدر زیبا بود که اصلا نمیدونم به چی بگم. خیلی زیبا بود. مرسی. من خودم هنوز نمیفهمم که انجام شده تموم شد. الان چه نظری داری ولی اگه فکر کنی چه اتفاقی افتاد چه نظری داری از اجرات؟ فکر میکنم اون چیزی رو که دوست داشتم اتفاق افتاد، یعنی در واقع اون حسی که میخواستم بیان کنم به وجود اومد و امیدوارم همه که در خانه نشستن این عشق از من احساس کردن، حس کردن و چیزی که دوست داشتن این که برای از طریق هنر من برای خودم رو نزدیک کنم به ایرانی ها و فرهنگ ایرانی و شاید نمیدونم یه جوری برای احساس کنیم که به هم وصلیم. هستیم، واقعا هستیم. به من بگو اگه که برنده این برنامه بشی. بله. کی از همه بیشتر خوشحال میشه؟ مامانم. جونم. یه چیز دیگه هم میخوام بگم که دفعه پیش گفتم بله. که تئاتر مورد علاقه بچگی ما اجرا بله. کردی. این دفعه من تمام بچگیم سلطان قلب ها رو دیدم، سلطان قلب ها رو اجرا کردی. بله. میخوام بدونم که چجوری بچگی منو کی بهت گفته که بچگی من چجوری بوده؟ خواستی دل منو به دست بیاری؟ بله میگم میخوام شما خوشحال بشید. به دست آوردی دیگه، تموم شد. مرسی از اجرای بسیار زیبات، واقعا عالی بودی. مرسی نگار. دست شما.